شعارهای مرگ بر دیکتاتور در تشییع پیکر یخزده نوجوان کولبر، مریوان، جمعه 29 آذر 98. خانم مریم رجبی: درود بر مردم مریوان که در ادامه قیام قهرمانانشان با شعار مرگ بر دیکتاتور پیکر فرهاد را تشییع کردند و یاد همه شهیدان قیام را گرامی داشتند. هزاران تن از مردم شهر شورشی مریوان روز جمعه با شعار مرگ بر دیکتاتور پیکر یخزده یک کولبر 14 ساله را تشییع کردند. این کولبر نوجوان که فرهاد خسروی نام داشت، همراه برادر 17 سالش آزاد خسروی، به دلیل کمین پاسداران جنایت پیشه در برف و کولاک گیر کرده و متاسفانه جان سپردند. پیکر فرهاد 4 روز پس از حادثه روز جمعه توسط مردم پیدا شد و تشییع و خاکسپاری او در روز جمعه با شعارهای مرگ بر دیکتاتور توسط مردم برگزار شد. پیکر آزاد خسروی روزهای پیشتر پیدا شده و خاکسپاری شده بود. در جریان تشییع پیکر فرهاد خسروی در روز جمعه، جوانان مریوان تکه های نان را به صورت سمبولیک در دست داشتند تا نشان بدهند فرهاد 14 ساله و برادرش در حاکمیت جور و ستم و تبعیض آخوندها برای به دست آوردن لقمه اینان اینچنین مظلومانه جان سپردند. کشتار کولبران زحمتکش چه در اثر محاصره و تعقیب و در برف و سرما و چه با شلیک مستقیم پاسداران جنایتکار خامنه‌ای، برگ ننگین و سیاه دیگری از شقاوت دیکتاتوری آخوندی است. خانم مریم رجبی گفت: یخ زدن فرهاد 14 ساله که به جای مدرسه برای نان شب به کولبری رفته بود، قلب هر انسانی را به درد می آورد. درود بر مردم مریوان که در ادامه قیام قهرمانانشان با شعار مرگ بر دیکتاتور پیکر او را تشییع کردند و یاد همه شهیدان قیام آبان را نیز گرامی داشتند. ننگ و نفرین بر رژیمی که ثروت‌های ایران را چپاول و در جنگ‌افروزی و سرکوب هدر می‌دهد. آقازاده‌هایش در اروپا و آمریکا خوشگذرانی می‌کنند و کودکان محروم باید به کولبری بروند و در هراس از پاسداران در کوه‌ها یخ بزنند. همین محرومان شورشگرانی هستند که بنیان آخوندها را برخواهند چید.